سلام عرض می کنم. خیلی ممنون هستم از همه شما بزرگان که این فرصت رو به من دادین با شما باشم، با شما صحبت بکنم امروز. افتخار خیلی بزرگی هست برام، براتون احترام خیلی عمیقی دارم و خوشحال هستم واقعا که اینجا هستم. قبل از اینکه شروع بکنم باید بگم که من فارسیم خیلی ضعیفه و ازتون تشکر میکنم که به من گوش میدین و میبخشین وقتی که اشتباه میکنم. من اینقدر فارسیم بده که مجبورم نوتام حتی به انگلیسی باشه و سعی کنم که از اون نوتای انگلیسی فارسی از این ور صحبت بکنم. از 7 سالگی آمریکا بودم ولی علاقه داشتم به زبان فارسی و به ایران و ضمن اینکه فارسی رو میخواستم بهتون بگم که از من ببخشین، میخواستم ضمناً بگم که من خیلی دوست دارم وقتی که با دیگران صحبت میکنم واقعا صحبت بکنم باهاشون و نظر اونها رو بشنوم و باهاشون بتونم در از اکسچنج داشته باشیم و از سوالهای اونها یاد بگیرم و از نظرهای اونها یاد بگیرم. همچین فرصتی امروز نیست ولی بدونین که من این حرفای خودم رو فقط نظرهای خودم میدونم و صحبت تولرانس هم که میکنیم و امروزم من راجبش مقدار اشاره میکنم، به نظر خودم مهمترین نو تولرانس، تولرانس فکری هست و پلورالیزم فکری، پلورالیزم دینی، قومیت و همه پذیرفتن دیگر باشان، همه اینا مهم هست ولی به نظرم مهمترین اینه که بپذیریم که هر یک انسان یک فکر داره و این فکرهای مختلف هستش که ما رو قوی میکنه به عنوان یک جامعه و یک دنیا. صحبت صلح میخوام منم یکم بکنم و خیلی خوشحال بودم که صحبت دوستم رامین جهانبگلو رو شنیدم، برای اینکه بدون اینکه بدونیم صحبت هامون فکرامون یه جاهای شباهت های جالب داره و یه جاهایی با هم فکرمون متفاوت میشه و فکر میکنم خودتون اونا رو خواهید دید. و بعد همون جوری که گفتن راجع به کارمون در آموزشکده توانا صحبت میکنم و یه پروژه جدیدی که داریم به نام The Tolerance Project که به زبون انگلیسی، فارسی و عربی هست، راجع به اون هم یه مقدار براتون صحبت میکنم. برای اینکه بدونیم صلح چی هست باید بدونیم که چی نیست. علمدان ها وقتی که میخوان راجع به یه المان یا یه موجود زنده یا یه داینامیک آشنایی پیدا بکنن، شناساییش بکنن، اول سعی میکنن ببینن چه چیزی نیست، چون اون چیزای دیگه وجود داره، تا بعد یه اسم جدید بذارن برای این پدیده‌ای که دارن راجبش فکر میکنن. پس ما وقتی که راجب صلح صحبت میکنیم به نظرم مهمه که بدونیم چه چیزایی صلح نیست. همون جوری که دوستم رامین جهانبگلو گفتن، صلح نبودن جنگ نیست، یعنی به تنهایی کافی نیستش که یه جا جنگ نباشه که ما بگیم که اونجا صلح هست. صلح ابسنس جنگ نیست. مثلا الان در کره شمالی ما هیچ نوع جنگ نداریم، به هیچ وجه مردم کره شمالی بمبارون ندیدن، تفنگی تو زندگیشون به اون صورت نیست، ولی میلیون ها زن بچه در کمپ هایی به دنیا میان و تمام زندگیشون تو اون کمپ ها زندگی میکنن که به طور دائم بردگی بدترینی که من فکر میکنم در تاریخچه آدمیزاد بوده الان اونجا وجود داره، ولی اونا جنگی تو زندگیشون ندارن. یا در دوران سلیوری در آمریکا، دوران بی جنگی بود و اتفاقا با جنگ بود که اون دوران ظلم و سختی عظیم برای آمریکایی‌های آفریقایی تموم شد و خیلی سخت آدم میتونه تصور بکنه که بدون جنگ پدیده سلیوری از تاریخچه آمریکا میتونست پاک بشه، تموم بشه، گذار بشه ازش. یا در هولوکاست خیلی از یهودیایی که سروایو کردن هولوکاست رو، زنده موندن، تونستن راجبش به دیگران بگن، راجب این صحبت میکنن که خشونتی آنچنان براشون وجود نداشته. اول با یه ستاره زرد
با نشانی کردنشون، با بردنشون، جدا کردنشون تو شهرها، با نشونه کردن مغازه هاشون با دیگران، با یه کارهای فوق‌العاده محدود شروع شد این کشتنشون. و وقتی هم که رفتن به کانسنتریشن کمپ ها، اردوگاه های مرگ، بدون خشونت رفتن، با یک ارگانیزیشن و یه استراکچر و یه نظم خیلی خیلی حتی میشه گفت مسالمت آمیز، نان وایلنت رفتن به مرگ خودشون. یا جاهایی داریم که گهتی، فمن خیلی وحشتناکی وجود داره. در این جاها ما نمیتونیم بگیم که صلح وجود داره، با اینکه جنگی وجود نداره. یا نزدیک ایران در دوران طالبان، افغانستان، این نیستش که جنگ به اون صورت وجود داشته. در نسبت به دوران بعد از طالبان، افغانی‌ها شاید خیلی کمتر جنگ می‌دیدن، خیلی دورانش. ولی در دوران طالبان یه ترس دائمی برای زنها، مخصوصا زندگی که نمیتونست آدم بگه زندگی هست، واقعا براشون بود. تقریبا هیچ نوع آزادی برای زنای افغان در دوران طالبان وجود نداشت. پس میدونیم که نبودن جنگ نیستش که صلح میشه گفت باشه. در این حال ولی نمیتونیم بگیم که وقتی جنگ هست یا هر جنگی آدمیزاد رو به جنگ بیشتر یا خشونت بیشتری میبره. یعنی هر نوع جنگی به یه اندازه بد نیست. منظورم چیه؟ الان ما در سوریه میبینیم که جنگ وحشتناکی وجود داره، جنگ داخلی. اما کسایی بودن در آمریکا مخصوصا که میگفتن که ما ضد جنگیم، ما ضد جنگ با سوریه هستیم، و خیلی خیلی سعی کردن که جلوی پرزیدنت اوباما و سیاستمداران دیگه در جهان رو بگیرن که بمبارانی یا حتی نوفلای زونی برای سوریه نذارن. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن که با سوریه جنگ بشه. ولی مشکل اینجا بود که سوریه با خودش داشت میجنگید و هنوزم داره میجنگه. پس اون نوع صلح دوست بودن، ضد جنگ بودن، لزوماً نتیجهش صلح نخواهد بود. و همون جوری که در 3 سال گذشته دیدیم، این نوع پیس لاوینگ بودن، این نوع انتای وار بودن، نتیجهش اتفاقاً جنگ عمیق‌تر و بیشتر و پیشرفته تر بوده. یه مشکلی که این مسئله رو به وجود میاره اینه که خیلی وقتا وقتی راجع به جنگ صحبت میکنیم، جنگ رو بین مملکت‌ها، بین کشورها تعریف میکنیم. ولی وحشتناک‌ترین جنگ‌هایی که ما میبینیم در زندگی خودمون در حال حاضر درون کشورها هست. و ساورنتی که امانوئل کانت راجع بهش میگفت که با ساورنتی بیشتر، با حاکمیت بیشتر، کشورها میتونن به جایی برسن که ترید بیشتر با هم داشته باشن، ریسپکت بیشتر با هم داشته باشن، و به مرور زمان همین این ارتباطات و ترید باعث صلح پایدار دائمی، پرپچوال پیس میشه. همون اون مسئله، همون اون ساورنتی مسئله امروز ما هستش. اتفاقا در دوران جنگ رواندا، کشورهایی که در از یک احساس گناه عمیق داشتن، اومدن و یه داکترین جدید به وجود آوردن، Responsibility to Protect. در Responsibility to Protect، کشورهای دنیا این عهده رو به خودشون میگیرن که اگر در یک کشور ساورن یه حکومت به مردم خودش بدی میکنه، جنگ میکنه، قتل عام میکنه، وظیفه کشورهای دیگه هستش که جلوی اون حکومت، اون استیت رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه میدیدن که در یک کشور مثل رواندا که در عرض 1 ماه، حدوداً 40 روز، 1 میلیون نفر کشته شدن با مشتی. یعنی 1 میلیون رواندن، خود مردم رواندا کشتن. نتیجه
دنیا، نتیجه سیاستمداران دنیا، جامعه مدنی دنیا این بود که هیچ راهی نبود که همچین جنگی رو به پایان برسونن بجز جنگ. بجز یه اینترونشن هیومانیتریان همچین جنگی امکان پایان نداشته. متاسفم که الان با این که این تجربه رو داشته بشر و responsibility to protect رو به عنوان یه کمیتمنت نه فقط یه ایده یا یه نرم قبول کرده، الان وضع سوریه جلومون هست و به نظر نمیاد که اون آپشن ها، اون انتخاب هایی که 3 سال پیش جلومون بود که میتونست جلوی همچین فاجعه رو بگیره، دیگه الان نمیشه گفت هست. وضع خیلی خیلی سخت تر هست و من که هنوزم موافق humanitarian intervention در سوریه هستم، نمیتونم تصور بکنم که از چه راهی میشه به جای بهتری رسوند. واقعا خیلی سخت تصورش. در تاریخ هم نگاه بکنیم، جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده. سوریه الان میبینیم که آدمایی هستن، یه گروهی هستن، من مطمئن نیستم کیان، ولی ساینای پلاکاردهای خیلی بزرگ درست میکنن به زبان انگلیسی، خیلی قشنگ. الان 3 ساله که دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنن به سوریه. این آدم ها مسلمن به خاطر این نیستش که صلح دوست نیستن که این حمله رو دعوت میکنن، صلحو میخوان برای جامعهشون که اون حمله رو دعوت میکنن. یا در کوسوو که من کار میکردم، 3 سال اونجا بعد از بمباران ناتو کار کردم، یادم کسایی که من باشون اونجا آشنا شدم برام تعریف میکردن که موقعی که ناتو بمبارون میکرد، چون ناتو فقط سربستان رو بمبارون نمیکرد، ناتو خود کوسوو رو هم بمبارون میکرد که مردم کوسوو رو در اصل رها بکنه از میلوسویچ. یعنی خود اونهایی که داشتن آزادی پیدا میکردن از طریق این بمبارون، خودشون امکان مرگشون خیلی زیاد بود. چرا؟ برای اینکه این پلیس سربا در تمام کامیونیتی ها، نیبرهود های کوسوویا بودن و اونجا اصلا زندگی میکردن که این قدرت رو حفظ کنن. اینا برای من تعریف میکردن که وقتی ناتو شروع کرد بمبارونشو، میرفتن روی سقف خونه هاشون میشستن و داد میزدن از خوشحالی که این بمبا دیگه بالاخره داره میاد. یا در دوران جنگ جهانی دوم، باز راجع به سروایورهای هولوکاست اشاره میکنم، که وقتی اولین بار دیدن سربازهای allies، مخصوصا آمریکایی‌ها، وارد کمپ ها میشن و اون لباس نظامی رو که میدیدن، چه خوشحالی به دستشون میرسید. یعنی اون جنگی که بالاخره روزولت قبول کرد که به جنگ، چه تأثیری تو زندگی اونا داشت. و اگرم زودتر آمریکا وارد میشد، چقدر کمتر میتونستن تو کمپ ها بمیرن. یا الان به زودی در سیشن PBS دوباره مستند آقای کن برنز سیول وار که اگه اشتباه نکنم 4-5 شب هست نشون خواهند داد. 20 سالش شده الان این مستند و از بهترین برنامه های تلویزیونیه که من دیدم. به نظرم شناخت آمریکا بدون شناخت سیول وار خیلی سخته و برای من بخشی مهمترین بخشای این مستند مصاحبه ها با افریکن امریکن ها هست که راجع به این که چجوری این جنگ، جنگ آزادی بوده براشون و تا موقع جنگ در از هیچ امیدی برای زندگیشون نبوده. من اینا رو میگم که راجع به صلح فکر بکنیم، ضمن این که راجع به واقعیت جنگ فکر بکنیم و اینکه جنگ مسلماً چیز وحشتناک بدیه که باید سعی کنیم به هیچ وقت لازم نباشه که بهش برسیم، ولی برای خیلی ها، برای خیلی شرایط بدون جنگ این امکان وجود نداره که به کرامت انسانی برسن.
واسلاو هاول در دوران جنگ سرد یه انشا نوشت به نام Anatomy of a Reticence، آناتومی یک سکوت یا آناتومی یک تو خود نگه داشتن. تعریف میکرد که در غرب هی میشنون، موقع هاول هی میرفت زندان میومد بیرون، میرفت زندان میومد بیرون، و میشنید که در غرب یک جنبش صلح را افتاده، صلح با شوروی و بلوک شرق به طور کلی، و این اعصابش خیلی خرد کرده بود که ما در زندان ها هستیم، سخت‌ترین شرایط رو داریم تحمل میکنیم و غرب راجب صلح میخواد صحبت بکنه، چرا راجب ما صحبت نمیکنه؟ چرا میخواد که با اون حکومت هایی که دارن ما رو اینقدر اذیت میکنن میخواد صلح بکنه؟ چرا نمیخواد صدای ما رو بلندتر بکنه که از طریق صدای ما یه صلح واقعی پایدار با عدالت به وجود بیاد؟ تعریف میکنه تو این انشا که یه گروه زن آمریکایی سفر میکنن به چکسلواکی و به زنهایی که توی جنبش دموکراسی هاول و اینا بودن دعوت میکنن که یه پتیشن با هم امضا کنن یا یه نامه با هم امضا کنن که زنای چک و زنای آمریکایی با همدیگه خواهان صلح باشن، و زنای چکسلواکی میگن نه مرسی، ما اینو امضا نمیکنیم، ما نمیخوایم که شرکت بکنیم تو صلح شما، صلح شما داره ما رو میکشه. دلیلی که آدمای مثل هاول این حرفو میزنن اینه که توی فکر انتای وار پرو پیس یه یوتوپیانیزم میبینن، فکر رو یوتوپیایی میبینن، و یوتوپیانیزم چیزیه که خیلی خوب میشناسن، چون سیستم کمونیسم خودش یه سیستم اوتوپیاییه، و میگن که شما هم دارین همون اشتباه رو میکنین، شما هم دارین به ما یه چیزی میفروشین که نه تنها به ما کمک نمیکنه، بدبخترمون میکنه. یه فیلسوف آمریکایی هست، ما ایرانیا بعضی وقتا میگیم که این آدم دیگه خیلی آمریکاییه، این خانم جین بث الشتین واقعا دیگه خیلی آمریکاییه، از یه شهر خیلی کوچیک میدوست میاد و شما اگه ببینینش اصلا بهش شاید نیاد که یک فیلسوف باشه، ولی از مهمترین با احترام ترین فیلسوفای جهان هستش، 2 سال پیش فوت شدن. میگه که ما اگر حاضر نباشیم قبول کنیم که یوتوپیا امکانش نیست، نمیتونیم به یه زندگی خوب برسیم. یعنی با دموکراسی هست، با فهمیدن که حکومت‌های سیستم‌های سیاسی هستن که واقعاً ایول هستن، ما باید بتونیم اینو بیان کنیم که این سیستم ایول هست، که ما میتونیم اون نوع آزادی، اون نوع شأن، اون نوع کرامت انسانی رو بهش برسیم. و تازه وقتی هم که بهش برسیم این نیستش که دیگه همه میرسیم و هوا خوب میشه، مثل بهشت میشه، نه، ما به طور دائم کانفلیکت خواهیم داشت، ما به طور دائم رقابت خواهیم داشت، ما به طور دائم عقب رفتن و جلو رفتن خواهیم داشت، ولی مطمئناً یک سیستم سیاسی آمریکایی، کانادایی، سوئدی، آلمانی یک تفاوت بنیادی اساسی عظیم داره با سیستمی که دموکراتیک نیست، و اینو اگه نپذیریم نه تنها به صلح نمیرسیم، اصلا امکان این که برای صلح تلاش بکنیم نخواهیم داشت. فرق بزرگی هم که بین حکومت‌های اوتوپیانیزم و دموکراتیک هست اینش که در اصل ایدئولوژی، که ما ایرانی‌ها خیلی خوب اینو لمس کردیم، میدونیم، یعنی تمام سیستم‌های توتالیتر اتفاقاً سیستم‌های یوتوپیان هستن، سیستم‌هایی هستن که یک روز خیلی عالی دارن قول میدن به مردم، ولی همینجوری هی قول میدن و هی ازش دورتر و دورتر میشن، و سیستم‌های دموکراتیک هستش که میگن هیچ ایدئولوژی تو کار نیست، رقابت بکنین سر همه چی. الان دونالد ترامپ با چه نوع ایده‌ای داره در یه سیستم دموکراتیک میاد حرف و فکرشو بیان میکنه، وحشتناکه، ولی آزاد اونم.
و جفرسون میگه که این سیستم دموکراتیک این نیستش که آزادی رو به آدما میده. این pursuit of happiness رو امکان میکنه. خیلی مهمه که شما تلاشتون، سعیتون، کوششتون برای خوشحالی امکانش هست. هر کدوممون فرق میکنه که اون شکلش چجوری خواهد بود. اصلا به چی میخوایم برسیم؟ خوشحالی رو تو چی میبینیم؟ ولی این امکان کوششش هستش که مهمه که برای همه برابر وجود داشته باشه. خب پس تا حالا فهمیدیم، یعنی صحبتهای من، نظر من این بوده که صلح این نیستش که جنگ نباشه و حتی جنگ میتونه کمک بکنه که به صلح سریعتر بهتر رسید. میریم به ایران و اینکه این موضوع صلح رویا یا حقیقت برای ما ایرانی‌ها چه معنی به خصوصی داره. جواب من به این سوال رویا یا حقیقت این هستش که بستگی داره شما کی باشین. برای بعضیا صلح مسلماً واقعیته. یک بهایی که آمریکا زندگی میکنه، خب صلح داره، زندگی تو در صلح داره زندگی میکنه، ولی یه بهایی که ایران هست خیلی فرق میکنه. منظورم اینه که کانتکستواله، این نیستش که هیچ جای دنیا صلح وجود نداره. خیلی جاهای دنیا به صلح رسیدن و خیلی جاهای دنیا داره هی خشونت های خیلی بدتر و بدتر داره میشه و این نیستش که ما به طور کلی به عنوان یک جهان داریم به طرف صلح میریم. متاسفانه چند ماه پیش برای فیلم To Light a Candle یه شب در جاهای مختلف دنیا این فیلم رو نشون دادن و من افتخار خیلی بزرگی بود برای من که از من خواهش کردن که در دانشگاه جورج تاون اون شب بعد از فیلم صحبت بکنم. و آقای آگوستو لوپز کلاروس بعد از این فیلم از من پرسیدن، قبل از اینکه صحبتامو شروع بکنم، که الان من چه احساسی دارم بعد از دیدن این فیلم. و برای اولین بار تو زندگیم در یک جایی که قرار بود صحبت بکنم، جای عمومی بود، خونه خودم نبود، من زدم زیر گریه خیلی شدید و گفتم که من فقط میتونم بگم که شیم احساس میکنم. من به عنوان ایرانی شیم خیلی عظیمی حس میکنم. من 7 سالم بود از ایران رفتم، ولی میدونم که ایرانی هستم و من جزء این داستان هستم که با بهایی ایران چی شده. من تو جمعایی بودم که گفتن چیزای بد راجع به بهایی‌ها و من اونجا بودم. ما جزء این داستان هستیم و تا وقتی که این شیم رو احساس نکنیم به اون ارزش‌های انسانی نمیتونیم، به اون ارزش‌های خودمون نمیتونیم به اندازه کافی احترام بذاریم که یک دنیای بهتر، یک ایران بهتر با هم بسازیم. اما این احساس و این ارزش به تنها کافی نیست. ما لازم هستش که یک دموکراسی درست بکنیم در ایران. آقای عباس میلانی، من خیلی براشون احترام دارم و همچنین خانم فرزانه میلانی. در صحبت‌های آقای میلانی صحبت از این بود که دیگه جامعه مدنی ایران فقط ایران، فقط در اون جغرافی ایران نیست، جهانی شده و ما یک دایاسپورا داریم و این دایاسپورا داره کوشش میکنه و هر نوعی که میتونه، حتی کسایی مثل من که ایرانی خودمو میدونم ولی نمیتونم حتی یه خیابون تهران رو براتون بگم کجاست، ما داریم سعی میکنیم که به این هدف نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. به نظر من اگر که آزادی نباشه، و اینجاستش که حرفای آقای رامین جهابیگلو با من فرق میکنه، اگر آزادی وجود نداشته باشه امکان تلاش برای صلح وجود نداره.
قبول دارم که شعار آزادی چیز وحشتناکیه و همه حکومت‌های فاشیست تقریبا اینو با هم مشترک دارن. ولی نبایدم تو این تله بیفتیم که دنبال آزادی نباشیم. مردم ایران مجبورن، بخوان نخوان، مجبورن یک سیستم دموکراتیک درست بکنن با جدایی دین از دولت، با برابری زن و مرد، اگر که بخوان یک صلح پایدار تو مملکتشون درست بکنن. اینم ضمناً میخوام بگم که صلح برای خودش، صلح برای صلح، یه چیز خیلی بورینگه یه جورایی. به قول مارک توین، برای چی برم بهشت؟ بهشت آدم اونجا حوصله‌اش سر میره. صلح هم برای خودش خیلی برای من چیز جالبی نیست راستش بگم. ولی صلح چیزایی رو به وجود میاره، امکانش رو به وجود میاره که بدون اونها اصلا زندگی برای من هیچ معنی نداره. خوندن، دانستن، کوشش، کار کردن، روابط انسانی داشتن با دیگران، دوست داشتن دیگران، قدردان بودن دوست و فامیل، ساختن کامیونیتی، ساختن کتابخونه، ساختن مدارس، دانشگاه، محل کار، اینا همه بدون صلح امکانش نیست. و به این دلیله که من صلح رو دوست دارم، به خاطر اون چیزایی که میتونه اجازه بده که باشه. یکم حالا راجع به توانا صحبت میکنم، بعدم دیگه میدونم همه گرسنه‌ام هستن رو، منم فارسیم خوب نیست، سخته به من گوش دادن. در آموزشکده توانا من و همسرم اکبر عطری سعی کردیم یه تیم به وجود بیاریم، تیم در از خیلی مجازی هست، در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن و ما از طریق اینترنت در از همه کارامون رو میکنیم. شما اگه به اداره ما بیاین شاید تعجب بکنین که بیشتر از 4-5 نفر شاید نبینین اونجا، ولی در سراسر دنیا بعضیا داوطلبانه، بعضیا به عنوان ایمپلوی، بعضیا به عنوان کانسالتنت دارن دوی این آموزشکده کار میکنن و بهترین اساتید ایران که مجبور شدن به خاطر جمهوری اسلامی مملکت خودشون رو ترک بکنن الان در آموزشکده توانا کلاس دارن راجع به حقوق زن، راجع به دموکراسی، راجع به جدایی دین از دولت، راجع به آزادی مذهب، راجع به آزادی دیگر باشان و راجع به موضوعای پراکتیک تر، مثلا راجع به HIV/AIDS، راجع به اعتیاد، راجع به امنیت دیجیتال، راجع به محیط زیست، راجع به موضوعایی ضمناً مثل هولوکاست که جمهوری اسلامی اصلا امکانش رو نذاشته برای ایرانیا. یعنی شما دانشجوی علوم سیاسی هستی در دانشگاه تهران یا از بهترین دانشگاه‌های ایران، ولی خیلی از تئوری‌های دموکراسی رو اصلا نمیتونین بخونین. یا راجع به هولوکاست شاید مثلا در ایران 20 تا فیلم راجع به جنگ جهانی دوم ببینین ولی هنوز ندونین که اصلا این هولوکاست چی بوده. سعی میکنیم راجع به اون موضوعایی که خیلی راحت نیست در داخل کشور راجعش صحبت بکنن در آموزشکده توانا به طور مجازی کلاس میذاریم، کلاس زنده میذاریم و کنار کلاس‌های زنده هم در فیسبوک خیلی فعال هستیم. کتاب منتشر میکنیم که کتابامون اینجا رایگان برای هر کسی که دوست داره هست و لکچرهای آموزشکده توانا رو در کانالای تلویزیونی مخصوصا کانال اندیشه پخش میکنیم. فقط یک کلام بگم، قبل از اون بگمم که برای اینکه خیلی وقتا سوال میشه برای مخصوصا ایرانیا که این چجوری به وجود اومده و اینا، و ما از روز اول من مخصوصا خیلی مهم بود که خیلی شفاف بگیم که ما فاندینگمون از کجا میاد. ما با یه فاند از وزارت امور خارجه کارمون رو شروع کردیم، هنوزم از وزارت امور خارجه آمریکا پول میگیریم، ولی از وزارت امور خارجه هلند، از شرکت گوگل، از National Endowment for Democracy و از USAID هم فاندینگ میگیریم.
اخیراً یه پروژه جدید شروع کردیم، پروژه رواداری، The Tolerance Project، که خیلی فکر میکنم مخصوصاً برای کامیونیتی شما مهم باشه، که تو این پروژه راجع به وجدان، اهمیت وجدان، پلورالیزم، آزادی دین و کلن جشن گرفتن فرقها، تفاوتها، سلیقه‌ها، زندگی‌های مختلفی که در کل دنیا و در درون هر جامعه لزوماً وجود داره. یه سری ارزش‌ها داره این پروژه که از مهمترینشون اینه که هر انسان برابر هست و اون کرامت انسانیش برابر هست. ازتون دعوت میکنم که به این پروژه سر بزنین، آموزشکده توانا، اگر در فیسبوک فالو نمیکنین فالو بکنین و هر پیشنهادی که دارین، هر ایده‌ای که دارین برای همکاری با ما، برای اینکه چجوری کار ما میتونه بهتر باشه، ما خیلی 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 خوشحال میشیم که بشنویم. مرسی، ممنونم.